حمله اسرائیل به جنوب لبنان که یکی از مرگبارترین رخدادها پس از هفتم اکتبر تا کنون بوده ده کشته بر جای گذاشته است همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حمله اسرائیل دست و کم باعث کشته شدن ده نفر در نباتیه در جنوب لبنان شده و حزب الله را بر آن داشت تا راکت های تلافی جویانه را به سمت اسرائیل پرتاب کند. به گفته این وزارت خانه تمامی کشته شدگان در این حمله در لبنان اتباع سوریه بودند که یک زن و دو فرزندش در میان کشته شدگان به چشم می‌خورند. در این حمله همچنین حداقل پنج نفر شامل سه سوری، یک سودانی و یک لبنانی زخمی شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک انبار تسلیحات حزب الله در منطقه نباتیه را شبانه هدف قرار داده است. شماره تلفات این حمله یکی از بزرگترین تلفات در جنوب لبنان از زمان آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه پس از حملات حماس در هفتم اکتبر است که حدود 1200 کشته بر جای گذاشت ارتش اسرائیل تایید کرد که آژیرهای خطر در بخشهایی از اسرائیل پس از عبور تقریبا 55 پرتابه از لبنان به صدا درآمده اما نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کردند هیچ آسیبی گزارش نشده است در یک رویداد جداگانه ارتش اسرائیل اعلام کرد که یکی از سربازانش به شدت مجروح شده و یک نفر دیگر به دلیل اصابت گلوله ای از لبنان زخمی شده است به گزارش خبرگزاری ملی لبنان NNA همچنین روز شنبه یک هواپیمای بدون سرنشین در شهر سور در جنوب لبنان یک نفر را که سوار بر موتورسیکلت بود هدف قرار داده که موجب کشته شدن او گردید شرکت برق لبنان اعلام کرد به دلیل تمام شدن سوخت نیروگاه ها برق سراسر این کشور از جمله اماکن و تأسیسات مهم مانند فرودگاه ها بنادر و زندان های این کشور قطع شده است سازمان ملل اعلام کرد از زمان آغاز تنش در مرزهای جنوبی لبنان میان اسرائیل و حزب الله بیش از 110 هزار نفر آواره شدند. تنش بین لبنان و اسرائیل در اواخر ماه گذشته طی حمله اسرائیل به بیروت که باعث کشته شدن فعاد شکر فرمانده ارتش نظامی حزب الله شد و نیز ترور رهبر سیاسی حماس در روز بعد در تهران عمیقتر کردید این موضوع گمان زنی هایی را در مورد حملات تلافی جویانه احتمالی حزب الله و ایران به اسرائیل برانگیخته است دو منبع آگاه در این زمینه گفتند که حزب الله به طور فضاینده ای ممکن است به اسرائیل حمله کند فارغ از آنچه که ایران ممکن است قصد انجام آن را داشته باشد یکی از منابع گفت با توجه به نزدیکی لبنان به اسرائیل به عنوان همسایه مستقیمش در شمال حزب الله می تواند بدون اطلاع قبلی این اقدام را انجام دهد در حالی که این مسئله در مورد ایران صادق نیست.